زمین و زندگی، نگاهی به محیط زیست. اینجا یکی از جالیزهای محبوب سرآشپز است، جایی که وی میتواند سبزی و سیفی‌های محلی و سنتی را در آن پیدا کند. او یکی از باغچه‌های قارچ منحصر به فردش را هم به ما نشان می‌دهد. اینجا باغچه قارچ‌های من است. در شهر اوروس دانمارک هستیم. تورسن از جمله سرآشپزهایی است که آشپزی اسکاندیناوی را به بالاترین قله‌های این هنر در سطح جهانی رسانده است. آشپزی محلی، فصلی و کاملاً ساده شده. خود درباره دشواری‌های راهش می‌گوید: وقتی کارمان را شروع کردیم با خودمان می‌گفتیم فلان چیز را نداریم یا در آشپزی صاحب سبک نیستیم. مسائلی که مثل یک وزنه سنگین مانع حرکت ما می‌شد. ولی حالا آزادیم و هر کاری را که می‌خواهیم انجام می‌دهیم. رشد گیاهان وحشی سریع است. تورستن وقتی این سبزی‌ها را می‌چیند که به آنها احتیاج دارد. جایی که با این گیاهان معطر غذا درست می‌کنیم، کارآموزی که در جریان پخت یکی از غذاها بوده می‌گوید: استاد، می‌توانیم 10-12 تا از این سبزی‌ها را استفاده کنیم؟ جواب می‌دهم که فقط 3 تا از اینها را داریم. 2 سال است که تورستن و همسرش ریک ملینگ در این خانه زیبا در حومه اوروس اقامت دارند. آشپزخانه بزرگ در مرکز رستوران قرار دارد و می‌تواند 40 نفری از علاقه‌مندان را پذیرا باشد. وقتی در میان چوب‌ها هستیم، بیایید احساس اینجا را به ظرف‌های غذا ببریم. همه چیز در چند دقیقه با چند حرکت مطمئن اتفاق می‌افتد. پایه خوراک، گوشت فراوری شده آبپز به همراه آرتیشوی مخصوص و کمی روغن دودی شده است و البته چند چاشنی سحرآمیز دیگر نیز اضافه می‌شود. در آشپزی شمال اروپا استفاده دم دستی محصولات ممکن نیست. باید آنچه در طبیعت هست را چید و برای فصلهای بعد ذخیره کرد. چرا که در این کشورها فصلها تفاوت زیادی با هم دارند. راستش بهار و زمستان داریم. در کشورهای دیگر به نسبت همه فصلها در طول سال گرمتر هستند. به دلیل اختلاف زیاد فصلها در اینجا مجبور به این فکر هستید که چه چیزی را الان استفاده می کنید و چه چیزی را باید برای ماهای بعد به ویژه زمستان دودی، خشک و یا نمکسود کنید. این نسل از سرآشپزان هنوز باید راه‌های جدید و شیوه‌های نوین سازگار کردن آشپزی با محیط اطراف را بیشتر تجربه کنند. اوایل سس‌های کلاسیک فرانسوی را همانطور که یاد گرفته بودم استفاده می‌کردم. حالا یک پشتوانه از آشپزی فرانسوی، آلمانی و دانمارکی دارم و آنها را با هم می‌آمیزم. مثلا نگاه میکنم و میگویم خب این شراب قرمز است، چطور میتوانم از چیز دیگری به جای آن استفاده کنم؟ مایه ترشمزه با 300 طعم گوناگون و قرمز رنگ. خب رنگ قرمز را میشود از آب توت فرنگی وحشی به دست آورد. طعمها را هم از سبزی های جنگلی میگیریم و مزه ترش هم از آب لیمو. آنچه میماند الکل است و میتوانیم کمی آبجو جایگزین کنیم یا از مشروب های محلی مثل عرق معطر استفاده کنیم. شاید روزی بیاید که مکتب آشپزی جدید اروپای شمالی بیش از امروز رایج شود و شیوه کار تورستن اشمیت در به کار گرفتن طعم‌های محیط اطراف خودمان یک جریان مهم این هنر شود.